جمهوری تاجیکستان کشور است که در آن توریسم داخلی و بیرونی سال تا سال رشد میکند و اعلان گردیدن سالهای 2019-2021 سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی زمینه مساعدی را در پیشرفت این ساحه گذاشت. با تشبث مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه، سیاحتی عمومی کوهگردی در منطقه سیاحی رومید با اشتراک متخصصان، کارشناسان ساحه، وسایل اخباری عامه و بلاگران جوان دایر گردید. در مسئله رشد توریسم در دره زیبا منظری رومید چی گذشت؟ همکارمون عبدولی نادری شرح بیشتری دارد. اشتراکشان پس از جمع شدن در نزدی باغی فرهنگی فراغتی جوانان با دره رومید واقع به استراحتگاه آرخو راه سپار گشتند. مسئولین با افتتاح چورابینی برگزاری چنین برنامه سیاحی عمومی کوهنوردی را در معرفی منطقه‌های سیر و سیاحی کشور مهم ارزیابی نمودند. توریسم یکی از بخش‌های مهم و سمت‌های اساسی اقتصادیات به شمار رفته، همیشه زیر نظر مسئولین ساحه قرار گرفته است. مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه تهیه و عملی نمودن چندین برنامه‌ها، خط سیرها و موضع‌های گوناگون سیاحی را جهت رشد توریسم کشور روی دست گرفته است. چورابینی با مقصد رشد ساحه سیاحی، مخصوصا سیاحی کوهگردی، تابعیت سالم‌گردانی و اکولوژی ورزشی در دوره 30 سال استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و اعلان گردن سالهای 2019-2021 سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی برگزار گردید که در آن متخصصان ساحه، شرکت‌های سیاحی، کوهنوردان، کارشناسان، نمایندگان وسایل اخباری عامه، بلاگران، جوانان کسب و کار گوناگون شرکت ورزیدند. در این جمع‌آمد از شرکت داران که از نمایندگان وسایل اخباری عامه، بلاگران و نفران مسئولی ساختارهای زیر دخل عبارت بودند، درخواست کرده شد که خط سیر نو سیاحی دوشنبه رومید آرخو به طور لازمی معرفی کرده شود. مسئولین ساحه و اشتراکچیان چورابینی سیاحت عمومی کوهگردی خود را آغاز نموده، از موضع‌های زیبای منطقه آرخو دیدن نمودند. آرخو در قسمت شرقی جماعت دهاتی رومیت شهر وحدت در بلندی 1900 متر از سطح بحر جایگیر است. دریای مذکور که رود پاک نام گرفته است، با منظره زیبایی دیگری بخشیده، آبش به طور همیشه صاف و زلال میباشد. در این مکان زنبورپروران با کارکرد و استحصال عسل مشغولند. عسل این مکان را از لحاظ داشتن گل و گیاهای تابتی شفا بخش می نامند. مقصد از برگزاری چورابینی مذکور در معرفی امکانیت های سیاحی جمهوری تاجیکستان، تشبث به واسطه رئیس شهر دوشنبه محترم رستم مالی در همین است که جمهوری تاجیکستان همچون یک دولت کورسار، همچون در یک دولتی که قریب 93% جمهوری تاجیکستان را خود تشکیل می دهد، معرفی امکانیت های سیاحی، معرفی همین طبیعت زیبا منظر جمهوری تاجیکستان در سطح بین‌المللی می باشد. برگزاری بازی های ورزشی نیز یکی از برنامه چورابینی بود و اشتراکچیان با هم قوا آزمایی نمودند. استراحتگاه آرخو مکان اساسی چورابینی بوده، شرایط و امکانات خوبی استراحتی را درست. سیاحان داخلی و خارجی می توانند از طبیعت زیبای افسانوی و ناتکرار این موضع دلارا دیدن نمایند. در برابر طرح موثر، عنصرهای ملی که کندکاری های هنرمندان اصیل را بازگویی میکند، در این مکان مشاهده کردن ممکن است. برنامه فرهنگی فراغتی نیز یکی از بخش‌های چورابینی بود و شرکت کنندگان از آن حلاوت بردند. اجرای سرود و موسیقی دلنشین با شرکت خود اشتراکچیان لحظه‌های خاطرمان این سفر بود.